بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران، دوستداران برنامه جان کتاب، با درود خدمت شما. امیدوارم که هر جا که هستید شاد و تندرست باشید. در 18 برنامه از سری برنامه های جان کتاب که در مورد آنتونیو گرامشی، در مورد جنبش کمونیستی کارگری ایتالیا از سالهای 1912 به بعد تا 1928 شروع کرده بودیم هستیم. رفیق عباس در برنامه های گذشته، در 17 برنامه گذشته به تفصیل در مورد رهبران این جنبش کارگری کمونیستی صحبت کردند در این برنامه و در ادامه صحبتاشون در مورد بردیگا این برنامه را به پیش خواهند برد. رفیق عباس، به برنامه خوش آمدید. سپاسگزارم، ممنون از این که همراه هستین. همه رفقا دستن در کاران برنامه جهان کتاب تلویزیون حزب کمونیست ایران. بله رفیق عباس، شما در برنامه قبلی آخرین صحبتاتون در مورد سخنرانی مهم بردیگا بود در کنگره ششم حزب کمونیست روسیه، اگه اشتباه نکنم، و در مورد مفهوم بلشویزی کردن انقلاب کلا در دنیا. در این مورد اگه صحبتاتون رو میخوای شروع کنید بفرمایید. بر من در برنامه گذشته اشاره کردم به اومبرتو دامن، یکی از رهبران گرایش کمونیست بین الملل، نوشته داره که 1970 نوشته، همزمان با مرگ بردیگا. بردیگا 1970 در میگذره. بعد نیست به این نوشته اشاره بکنیم، گرچه خب این فرد اومبرتو دامن در این نوشته سعی کرده به طور فشرده دیدگاه های به این بساز سخنرانی بپردازه، به دیدگاه بردیگا تا حدودی در گرامی داشته در واقع بردیگا می‌نویسه. می‌نویسم که برحال تو سال 1926 که دیگه زندان میره تا 29 که از زندان آزاد میشه، 1930 به دلیل اختلافاتی که دیگه اساساً با استالین و کومینترن داشته و اساساً استالین رو گورکن انقلاب کارگری مینامد بردیگا، از حزب اخراج میشه، به ویژه به عنوانی که این گرایش تروتسکیستی داره، چون تروتسکی هم اخراج شده بوده، مجبور بوده به تبعید بره، تبعید در ترکیه، بعد در اروپا و بعدا ناچاران در مکزیک که اونجا هم به دستور استالین به قتل میرسه، ترور میشه تروتسکی. منتها به عنوان تروتسکیست بودن و به عنوان که مخالف هست با کومینترن استالین، از حزب کمونیست ایتالیا اخراج میشه. حزب کمونیست ایتالیا که اکنون دیگه گرامشی هم در زندان هست، 1930 و اینها، توریاتی رهبریشو در دست داره که چش گوش بسته پیرو استالین هست دیگه. اصلا حزب کمونیست ایتالیا در این دوره کاملا یک حزب مثل پیرو کامل حزب کمیته و دیدگاه ها در واقع استالین هست. میشه گفت پروروس. دقیقا پروروس و شدیدم پروروس. و بی خبر هستن اینها آنچه میگذره تو زندان در کمیتن دیگه، تو کنگره های هفتم و هشتم و اینا چی میگذره، هم گرامشی هم بردیگا. بردیگا از زندان که آزاد میشه سال 1929، شاید 29، اواخر 29 دیگه اخراجم شده بوده از حزب، بعدش هم 30 چیز نمیگذاره که 30 اخراج میشه دیگه، به حزب دیگری رو نمیپیونده. گرایش به طور گرایش کمونیسم بین الملل رو میشه گفت بنیانگذار فکریش بردیگا بوده، ولی به این حزب هم گرچه نزدیک بوده، به این گرایش جهانی نزدیک بوده نمیپردازه. نقدی که داشته تو همون کمیته اشاره میکنه، تو همون کنگره 26 قبل از دستگیریش اشاره میکنه، اشاره که نه محکم روش میکوبه، میگه اگر اولین گام یا خیزش طبقه کارگر برای تعیین سرنوشت خودش در روسیه بوده، انقلاب کارگری هست اینجا انجام شده و ما به طرف سوسیالیسم گام برمیداریم، این فقط مربوط به روسیه نیست، مربوط به کارگران جهان هست، مربوط به کمونیسم شورایی در جهان هست.
و کمونیست ها در جهان بایستی یک ارگان شورایی درست کنن و شوروی رو زیر نظر داشته باشن. بله. برای اینکه هم حزبشو هم پرولتاریاشو هم انقلابشو پشتیبان باشند. همین که اگر انقلاب کارگری طبقه کارگر یک طبقه جهانی است، اگر انقلابش انقلاب جهانی است، اگر رهایی طبقه کارگر در واقع به صورت طبقه جهانی بین المللی است، همبستگیش بین المللی است، دیگه ما یه چیزی نداریم به نام ناسیونالیسم روسی، یه چیزی نداریم به نام حالا متمرکز همه مربوط به حزب کمونیست روسیه، چون انقلابی رو پیش برده خودش تعیین کننده بر سرنوشت جهان باشه. بلکه برعکس بایستی این حزب بخشی از در واقع طبقه کارگر جهانی که پیروز شده در یک قسمتی از جهان، دیدبانی وجود داشته باشه بر نه فقط بر اعمالش، بر رفت و کردارش، بر دیدگاهاش مورد نقد قرار بگیره، همبستگی، و اینه که میتونه سوسیالیسم رو نجات بده. این گونه مکانیزم و به اصطلاح راهبرد هست که میتونه نقش رهایی بخش داشته باشه. وگرنه هرچه رهبران به اصطلاح خوشبین باشند، معتبر باشند، انسانهای بسیار فرهیخته و پاکی باشند، تنهایی دچار انحراف خواهند شد. و به اصطلاح از این زاویه است که میاد سخنرانی آخرش و تلاشهای آخرش بردیگار میذاره روی این موضوع. من رفیق عباس، شما در صحبتاتون اشاره کردید که بردیگار به دلیل اینکه گویا هم نظر تروتسکی بوده از حزب اخراج کردن، ولی این دو رهبر برجسته جنبش کمونیستی، یکی در روسیه یکی در ایتالیا، تا اونجایی که من خوندم و خبر دارم نظراتشون مخالف هم دیگه هم بوده، یعنی مشابه نبوده. چرا این به اصطلاح همگرایی رو میچسبونن برای اخراج؟ دقیقاً خود اومبرتو خیلی از اونجایی که به اصطلاح در روز به اصطلاح در گذشت بردیگام نوشتار رو نوشته، منصفانه میگوید که به هیچ گرایشی نپیوست و به نوعی به اصطلاح کناره گرفت، حتی یه مدتی در سیاست هم کناره میگیره، ولی هیچ وقت با تروتسکیستا نمیره، به دلیل که به قول شما هم نظر نبوده. ولی چرا به اصطلاح به این اتهام گرفتار میشه؟ به خاطر اینکه از ابتدا با حذف تروتسکی مخالف بوده، با هر گونه حذفی مخالف بوده. بله. چون استالین سعی میکنه به اصطلاح با اتهاماتی اول زینوویوف و کامنوف و دیگران رو به اصطلاح اول تروتسکی رو، بعد میره سراغ بقیه، یکی یکی اینا رو از بین میبره، میگوید این بنیاد بسیار خطرناکی است. حذفه میگه تروتسکی رو به خاطر نظراش میتونین حذف چیزش کنین، نقدش کنین شدیداً، ولی نه به خاطر اینکه فراکسیون زده، نه به خاطر اینکه تروتسکی هست. بسیار رقابتی بونه بین تروتسکی و استالین. اساساً تروتسکی خیلی برجسته تر بوده، این قرار بوده یکی رهبری حزب رو به عهده بگیره، دبیر اول مثلا بشه، طبق اون سنت یا اون به اصطلاح شرایط اون موقع میبایستی تروتسکی باشه نه استالین. حالا حالا وارد این بحث نمیشیم که چه اتفاقی میفته که استالین به اصطلاح رهبر میشه، دبیر کل میشه، به دست به این به اصطلاح اعمال میزنه. منتها تروتسکی دقیقاً یک موضوع دیدگاهی نبوده با استالین، صرفاً دیدگاه فقط دیدگاهی، بلکه مسلمه دیدگاه تروتسکی خیلی متفاوت بوده حتی به استالین و اینها. ولی بردیگاهی که شما اشاره کردید به درستی از زاویه دفاع از تروتسکی بوده، میگوید شما نبایستی افراد رو ریشخند کنید، تهدید مسخره کنید و مشکلات رو به گردن فرد بندازین. تو سال 1923 آخرین برحال تلاش حزب کمونیست کارگران آلمان شکست میخوره. در اون موقع میبینیم که به نام اکسیون مارس تمام کاسکوزار رو میندازن گردن مثلا افراد، فرد رو میارن یه شخصیت برجسته مثل کان بلا. این شخص بسیار انسان مبارز، از جان گذشته، استراتژیست،
و به اصطلاح میشه گفت غنی از نظر تئوریک برجسته، کسی که رهبری جنبش سوسیالیستی کارگری کمونیستی رو در مجارستان پیش میبره و رهبر بوده، خودش رو کمیساریای مثلا مسائل خارجی معرفی، مثلا هیچ وقت پست و مقامی رو چیز نمیکنه، موقعیتی که مثلا من رئیس جمهورم، جمهوری شورایی رو در مجارستان برای اولین بار، دومین به اصطلاح انقلاب سوسیالیستی در مجارستان بعد از روسیه شکل میگیره، بنو در چند ماه هم میتونه به اصطلاح قدرت داشته باشه، جایی که لوکاچ هم یکی از رهبراش بوده. خب این فرد وقتی که ناچار پیگرد پلیسی و اینها، رفقاش دستگیر میشن، تیرباران و اینها توسط سرمایه‌داری در مجارستان، این به روسیه میاد و در اونجا در کمیتر مسئولیت میگیره، میفرستنش در آلمان که کمک به اصطلاح از نظر نظامی حرکتی رو راه بندازه، در قیام مسلحانه ای رو در برلین رهبری بکنن رو اینها، برای در اونجا شکست میخوره اون اقدام، آخرین اقدام کمونیستای آلمانی. وقتی برمیگرده اینو میشونن اون وسط و به اصطلاح تمام شکست ها رو به گردن این فرد میندازن. نه در بردگاه مخالف با این قضیه بوده، میگفته افراد رو نیارین این وسط و فرد رو مقصر بدانید. بله. ببینید اشکال برنامه، اشکال خودتون چیه، کمیتر اشتباه کرده. رفیق عباس، در مورد دو مفهومی که گفتی، بولشویزم کردن جنبش کارگری کمونیستی جهان و مفهوم سانتریالیسم دموکراتیک، اگه یه مقدار بیشتر توضیح بدید. وقتی که صحبت از بولشویزم میشه، برای بینندگان جوانی که تازه به این برنامه پیوستند، حزب کارگران روسیه تو 1900 که تشکیل میشه، بعد منشعب میشه، به دو جناح تبدیل میشه، یک جناحش راسته مثلا سوسیال دموکرات ها بودن، به نوعی میشه گفت منشویک ها بودن، که تو ایران عمدتا میگن منشویک، در حالی که منشویک، منشویزم یک نوع تفکر هست. منشویک ها بودن که رهبراش مثلا آدم های معروفش اگه یادم باشه مالتوف و اینها بودن. بعد حالا این جریان معتقد به یک نوع انقلاب بورژوا دموکراتیک بوده که اول به اصطلاح ما باید به بخش از بورژوازی لیبرال، کمونیستا، کارگران همراه بشن، انقلاب همون مثل مثلا تفکر حزب توده سوسیال دموکراسی، در واقع جدا میشن. حالا ابتدا ظاهرا در سر به اصطلاح نوع تعریف حزب، عضویت در حزب بود و اینها، که عضو حزب چه کسی است و اینها، عضو حزب کسی است که فقط به اصطلاح کمک حق عضویت میپردازد، اسمش هم هست که من توی حزبم، ولی دیگه اینکه بایستی برنامه‌ای رو پیش ببره، وظیفه رو پیش ببره، ملزم تعهدی داشته باشه، مسئولیتی اینها، زیاد به اصطلاح نوع لیبرالیسمی رو در حزب میتونه هر کسی عضو حزب بشود. ولی برخلاف جنایی که لنین رهبریش فکریشو به عهده داشته، به نام بولشویک ها، حالا چرا منشویز و بولشویز، این در واقع تو کمیته مرکزی حزب اکثریت اقلیت که بوده به اصطلاح تبدیل میشه به نام منشویز به روسی، اکثریت و اقلیت به اصطلاح، یک همچی تقسیم بندی هم بوده تو کمیته مرکزی. حالا اینا دیگه بولشویک ها که معروف میشن به بخش سوسیال دموکرات های انقلاب، سوسیال دموکراسی در اون موقع اسم کمونیسم بوده، ولی چون توی 1914 به بعد دیگه جریان رفرمیستی تبدیل میشه، سوسیالیسم، احزاب سوسیالیستی دیگه به راست عمدتاً میغلطن، جنگ طلب میشن، میگن با سرمایه‌داری باید همراه شد، سوسیالیسم گرچه ما قبول داریم ولی گام به گام پیش میره، و به این صورت این دیگه سوسیال احزاب کارگری که خودشون احزاب سوسیالیستی مینامیدن، میگفتن ما برای سوسیال دموکراسی، یعنی رسیدن به دموکراسی کارگری به اصطلاحاً مبارزه میکنیم، کم کم به اصطلاح اسمشون عوض میکنن، معروف به حزب بولشویک. بله. حزب بولشویک بعد از انقلاب تو روسیه 1917 به بعد تو کنگره دهم بوده، یا نمیدونم دقیق تاریخش، ولی بعد از انقلاب اسم خودش میذاره حزب کمونیست کارگران روسیه. بله. خب بولشویزه کردن یعنی اینکه دقیقاً تمام احزاب کارگری کمونیستی جهان بایستی مدل و الگوی بولشویکای روسی رو، حزب لنینی رو، حزبی که زمان لنین به اصطلاح انقلاب میکنه، اون شیوه رو برگزینند. در صورت دیگه این مخالف با ماتریالیسم دیالکتیکه. دقیقاً حداقل
اینکه الگو پردازی، اینکه به اصطلاح دستورت که تاریخ به اصطلاح به قول معروف یعنی ایستانیست، یک مدل برای همه، این خیلی مکانیکیه، برای همه احزاب جهان، همه کشورها به یکسان یک حزبی داشته باشه به شکل حزب کمونیست، حزب بلشویک. حالا چرا؟ بردیگاه استدلال میکنه، میگوید که بلشویزه کردن در واقع و انقلاب و کارگری که شما میگین، همه انقلاب و کارگری مفهومش در روشن نکرده کمیتر که مفهوم چیه، مفهوم انقلاب کارگری به چه صورت، همچنان که بلشویزه کردن به چه صورت. مثلا حزب بلشویک با اون ساختار سنترالیسم دموکراتیک، دیسیپلین، همه اینها به فرض اینکه تونستی انقلابی رو رهبری کنه، مقتدا در چه شرایطی بود؟ آیا در یک کشور نیمه مستعمر، نیمه فئودالی، نیمه سرمایه‌داری مثل روسیه، نیمه آسیایی، نیمه اروپایی، با اون وضعیت دهقانان، با اون مسائل مختلف به اصطلاح لایه‌های مختلفی که در این به اصطلاح جنگ در رابطه با به اصطلاح تزاریسم، همه اینها، آیا این الگو برای مثلا ایتالیا، انگلستان، آلمان هم صدق میکنه؟ در مورد ایران هم باید همونطور همون حزب داشته باشیم؟ نه. همون روش رو پیش ببریم؟ همان انقلاب به همین شیوه پیش ببریم؟ برحال این تو این سخنرانی ها تلاش بردیگا این بوده که تو کنگره ششم که مثلا اگر انقلاب صنعتی، انقلاب سوسیالیستی در کشورهای صنعتی و به حساب مرکزی اروپا بایستی انجام بشه، کمیته نسبت به اینها چه برنامه‌ای دارد؟ یک مسئله داره به نام مسئله به حساب جنبش بین المللی دهقانی که روش اشاره میکنه، میگه مسئله دهقانی در جهان، جهان که هنوز دچار مسائل فئودالی هستند، از آمریکای لاتین فرض کن گرفته تا آسیای و فلان، اینها به اصطلاح وظیفه احزاب حزب کمونیستی که تو کمیتر نماینده دارن، با این به اصطلاح چگونه بایستی مسئله را حل کنه؟ بله، ما این یک پدیده یک فرمولی هست که کمیتر میده، میگه با برجوازیش که برجوازی مترقشت در به اصطلاح میشه متحد شد، انقلاب بورژوا دموکراتیک به رهبری حزب وجود داشت، چون پشتیبان سوسیالیسم کمیتر انقلاب سوسیالیستی هم با خود خواهد داشت. بنابراین بحثی که لنین میکنه که میتونه به اصطلاح یه گام بپره به سوسیالیسم برسه این کشور، اینو ناپخته میدونه بردیگا هنوز، به ویژه در زمان استالین که دیگه اصلا اساسا این موضوع رهبری حزب کمونیست هم و کارگران رو زیر سوال برده میشه، عمدتاً با امپریالیستا قرارداد بسته میشه، عمدتاً با بورژوازی کشورهای دیگر مثلا مثلا مراوده و همبستگی و ارتباط و دوستی برقرار میشه، و این برخلاف به اصطلاح اون کمونیسم بین المللی که قرار بوده باشه. مثلا من بعد از اینجا اشاره کنم، واسه اینکه اجازه بدید یه سرعتی بدیم بعداً به بقیه برنامه بپردازیم. بینندگان عزیز، بعد از استراحت کوتاهی دوباره به نزد شما باز خواهیم گشت و در ادامه صحبت‌های رفیق عباس در مورد نظریات بردیگا در مورد جنبش دهقانی برنامه را ادامه خواهیم داد.
با درود مجدد خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران در 18مین برنامه از سری برنامه‌هایی که در مورد جنبش کارگری کمونیستی ایتالیا بودیم هستیم. رفیق عباس در ادامه صحبت‌هاشون در مورد بوردیویا نظریات که در مورد جنبش دهخانی در کومینترن داشتن صحبت میکردن. رفیق عباس در ادامه صحبتاتون میخوای از اینجا شروع کنید، ادامه سنتریالیسم دموکراتیک صحبتهای بوردیویا رو ادامه بدید؟ بله، در ادامه همون کنگره در واقع ششم کومینترن یا بین الملل سوم صحبت میکنیم که آخرین تلاش‌های بوردیویا به اونجا صحبت میکنه که دیگه بعدش دستگیر میشه پس از آمدن به ایتالیا. در آنجا بد نیست من تو پرانتز اشاره بکنم که در انترنسیونال دوم که در زمان هنوز انگلس حضور داره، کنگره آمستردام که در واقع آخرین میشه گفت تلاش های انترنسیونال دوم بوده پس از مرگ انگلس و به اصطلاح تبدیل شدن دیگه آرام آرام، ما می‌بینیم انترنسیونال دوم تو 1914 به راست گرایش پیدا می‌کنه. جنگ طلب میشن، کاوتسکیه ها و اینها توش در میاد و عذاب سوسیال دموکراتیک، سوسیال دموکراسی همون جا به اصطلاح دیگه سازمان میابند، در سیاست ها دخالت میکنن و منجی سرمایه‌داری میشن و مهار و کنترل طبقه کارگر توسط اتحادیه‌ها و سندیکاهایی که به وجود میارن تقویت میکنن و سرکوب شوراها و سرکوب کمونیستا. بنابراین در این کنگره من مهمه که اشاره بکنم تصویب میشه به عنوان یک به اصطلاح یکی از قطعنامه ها که اگر در صورت بروز جنگ 1900 در زمان تاریخ دقیقش الان نمیدونم ولی کنگره آمستردام هست، الان یه دفعه بین این استراحت یادم اومد که به این مهم اشاره بکنم، به این مهم که تصویب میشه که اگر کارگران جهان نه تنها نباید در جنگ شرکت کنن، جنگ های ارتجای، جنگ های سرمایه‌داری و حکومت ها، بلکه با یک اعتصاب عمومی ماشین جنگی رو فلج کنند، مانع بشن که حکومت‌ها به جنگ بپردازند و ویرانی بیاد. این خیلی این کمونیست‌ها هستن که فقط میتونن همچی پیشنهادی بکنن و سازنده و جهان رو نجات بدن، چون منافعی جز منافع انسانی ندارن. سرمایه‌داری حاضره اکثریت زمین از بین بره، زمین از بین بره، میتونه بره مثلا یک کره دیگه تسخیر کنه مثلا با علم و غیره که به فساد کشوندتش. طبقه فقط از کمونیسم میشه همچی ایده ای رو، همچی دید انسانی رو داشت که با اعتصاب عمومی میشه جنگ رو متوقف کرد. این بهترین صلحه. صلح آدم ها که با هم دعوا ندارن، ملیت ها، کارگران، زحمتکشا، حکومت ها هستن برای سر، برای بازار، برای منافع اقتصادیشون. یک، دو، با قیام و مسلحانه در کشورهای خودشون جلو حکومت‌های سرمایه‌داری خودشون بیستن و اونو سرنگون کنن. این دو تا وظیفه است که انترناسیونال دوم تو زمانی که انقلابی بوده پیشنهاد میکنه، ولی در کمینترن انترناسیونال سوم بعد از لنین فراموش میشه جفت این شعارها. فراموش میشه یا اصلا حذف میشه؟ حذف میشه، اساسا جز برنامه نمیاد. خب گرچه جزء 21 ماده‌ای به نوعی هنوز بقایاش بوده زمانی که لنین حضور داشته، برنامه رو با بوردیویا تدوین 21 ماده تصویب میشه، این هنوز آثار این دو چیز هست، به اصطلاح قطعنامه هستش. ولی برمیگردیم به نظریات بوردیویا. رفیق عباس، شما در مورد نظریات بوردیویا در مورد جنبش دهقانی اشاره کردید، آیا کومینترن اساساً قطعنامه رهنمودی برای جنبش‌های کارگری، جنبش‌های دهقانی تو کشورهای دیگه تو دنیا داشتید؟ شما در مورد این صحبت کردی که بوردیویا مخالف بود با این، این چیه؟ عمدتاً ببینید در کنگره که لنین هنوز حضور داره 21-22 یک اتفاقاً به فارسی هم ترجمه شده سخنرانی‌های لنین در کمیته انترنسیونال سوم هست. بله. در آنجا مفصل صحبت میکنه به ویژه خود لنین در مورد کشورهای به اصطلاح مستعمره و نیمه مستعمره و کشورهای به اصطلاح شبیه ایران در اون موقع.
ولی بعد از اون راهنمودهایی که داده میشه عمدتاً صحبت از همراهی پیشبرد انقلابای بورژوا دموکراتیک میشه بر علیه فئودالیسم که میبینیم که در ایران به چه صورت به اصطلاح میشه، پیامدش به چه صورت در میاد، تقویت حکومتای مثل رضا خان میشه یا مثل آتاتورک میشه در ترکیه و در برخی جاهای دیگه. به هر حال بوردیگاه مطرح میکنه که ما با دو پدیده روبرو هستیم، یکی کشورهای صنعتی سرمایه‌داری، یکی کشورهایی که درش مسئله دهقانی مسئله مهم هست، مسئله ارضی، ملیت‌ها، جنبش‌های ضد استعماری، مثلا اعتراض‌ها، خیزش‌های ضد استعماری. بنابراین نمیشه با یک نسخه کمینترنی بگیم انقلاب کارگری در سراسر جهان به این شکل. بله، ما بایستی توجه و تمرکز خودمون رو عمدتاً کمینترن، نه اینکه یکی رو دست کم بگیره دست خالی بگیره کم بگیره، بلکه بایستی ما کارگران کشورهای صنعتی و مدرن مثلا اروپایی رو به این کشورها کمینترن باید توجه داشته باشه. انقلاب در این کشورهاست که میتونه انقلاب کارگری رو جان ببخشه، سوسیالیسم رو پشتیبان باشه و همزمان ما به درستی برنامه داشته باشیم برای هر کدام جداگانه از این بخش‌ها، بخش‌های دهقانی، کشورهای مرکزی متروپول سرمایه‌داری، کانونی سرمایه‌داری پیشرفته. بحث تا میگه که اما تا آنجایی که به تاکتیک‌ها مربوط می‌شوند کافی نیست. برای ما ضروری است که بدانیم چگونه باید به دولت مدرن بورژوازی حمله کرد. چرا؟ چون با پرچم پارلمانتاریسم اومده، پیچیده است مبارزه باش. میگه که به طور موثرتری نسبت به حکومت مطلقه تزار حتی مسلحانه از خود دفاع میکند و علاوه بر آن از خود با کمک بسیج ایدئولوژیک و آموزش و پرورش عقیم طبقه کارگر توسط بورژوازی دفاع میکند. میگه مثلا چیز آورده غیر از پارلمانتاریسم جامعه مدنی رو مطرح میکنه، به اصطلاح سوسیال دموکراسی، بنابراین لازم باشه با مسلحانه دفاع میکنه. موضوع خیلی پیچیده است، ما باید نسبت به این پیچیدگی ها به راه مبارزه درست مبارزه وظیفه کمونیست ها سوسیالیست احزاب باید به چه صورت باشه. میگه این مشکل تو تاریخ حزب کمونیست روسیه نبوده، با یک پدیده به نام تزار مواجه بوده، یه عده فئودال مثلا به بخش از سرمایه‌داری بزرگ. اوضاع خیلی پیچیده نبوده با مثلا الان با حکومت اسلامی به عنوان حکومت مطلقه استبداد سرمایه‌داری و یک سری بسا که آشکار هست که این ارتجاعی استبدادی است، برای بسیاری دیگری هم به مبارزه رو میارن. ولی مثلا با حکومت مثلا الان فرض کنید اسکاندیناوی، آلمان و غیره که پیچیده کرده انواع اقسام کارگرانو به اصطلاح چگونه منفرد کرده، چگونه تادیه‌ها به وجود آورده، مهار میکنه طبقه کارگر، جنبش کارگری رو، با اینها بایستی چگونه به اصطلاح این مشکل و این معما رو باید به اصطلاح حل کرد. اگر بولشویزه کردن به این معنا درک شود که برای تمام مشکلات استراتژیک که مبارزه انقلابی دستیابی به راه حل را میتوان در انقلاب روسیه جستجو کرد، میگه ما بریم فرمول انقلاب رو در روسیه جستجو کنیم، خب همینطور که اینا این کار کردن ما میمه اعتصاب میکنیم، اعتراضی میکنیم و بقیه ها مسلحانه انقلاب میکنیم، تموم شده رفت. این میگه دقیقا این مفهوم بولشویزه کردنه، این ناکافیه، این درک ناکافی از انقلاب. بین الملل باید یک مفهوم گسترده تری را تدوین و فرموله کند. راه حل مشکلات استراتژیک ما سوسیالیسم در خارج از تجربه روسیه باید جستجو کرد. من فراموش کردم که آیا چقدر وقت داریم سن؟ بله ما کلن 10 دقیقه وقت داریم رفیق آباد، برنامه رو بایستی جمع‌بندی کنیم در این 10 دقیقه. متاسفانه وقت نیست که ما به همه موضوع به سانترالیسم دموکراتیک پرداختیم، به مسئله آسیب شناسی اپوزیسیون و به اصطلاح مسئله فراکسیونیزم هم اشاره کردیم که رأی مخالف بالاخره میده. بله. به پیشنهاد کنگره، در کنگره ششم کمیتن رأی مخالف به قطعنامه ها میده و میگه که من به سهم خود فکر میکنم که
به هر حال شکار برای به اصطلاح فراکسیونیسم ادامه خواهد یافت و من پیش بینیش هم درست در میاد و به همان نتیجه دست خواهد یافت که تا به حال دست یافته است. یعنی یکی یکی شکار میکنه، میزنه، دستگیر میکنه، اخراج میکنه. ما میتوانیم این را از روشی که برای حل و فصل مسئله آلمان و دیگران اتخاذ شد ببینیم. میگه اون کار آلمان که اومدین بلا رو متهم کردین، ما میبینیم که افراد رو میارین، نه اینکه کل سیاست رو نقد میکنین. میگه این فرصت طلبی است، افراد رو بیاریم و به شما گذشته انقلابیشون رو فراموش کنیم مثل بلا و بعد بیاریم مثل تروتسکی، مثل دیگران و بیاریم این وسط، ببریمشون، بازجویشون کنیم مثل بخارین، توا به اصطلاح مجبور به اعتراف بشه، بعد بیزاریم تیربارونشون کنیم. اینها رو مطرح میکنه. میگه من با افتخار به این قطعنامه هایی که این شما به این شکل ازش میگذرین، من قطعنامه رأی مخالف میدم. این کاملا به من حق میدهد که نتیجه گیری کنم که این یکی از نتایج سیاست عمومی نادرست بین الملل با انحراف راستگرایانه است. میگه انحراف راستگرایانه دارین. پیشنهاد میکنم، این پیشنهاد بسیار مهمه، قطعنامه میده که کنگره جهانی در تابستان آینده تشکیل شد، هر چه زودتر. دستور کار آن باید دقیقاً مسئله و یا رابطه بین مبارزه انقلابی پرولتاری جهانی باشه از یک سو، و سیاست دولت روسیه هم زیر به اصطلاح بررسی کنه، یعنی استالین رو مورد مؤاخذه، محاسبه، نقد قرار بده. یعنی اینو من تو پرانتز میگم، وقتی میگه سیاست دولت روسیه و حزب کمونیست اتحاد شوروی رو به اصطلاح نظارت بکنه، دیدبانی کنه. این به هر حال صحبت چیز هست، صحبت آخرش هست و به کنگره رأی میده، رأی مخالف میده قطعنامه کنگره، بر میگرده دستگیر میشه، میره زندان، عرض کردم، بعدش آزاد میشه، بعد میره توی سال 1930، گرچه همراهی عضو حزب گرایش انترناسیونالیسم کمونیسم بین الملل نمیشه، که این جریان هنوز وجود داره به نام به نام کمونیسم بین الملل یا گرایش کمونیسم بین الملل. در همه کشورها عناصری هستند، در آلمان، هلند، بلژیک، فرانسه، حتی در سوئد دوستان ایرانی هم هستن که اعضای این به اصطلاح این جریان هستن، ولی چیزی به نام بردوگاهیزم دیگه وجود نداره. بردوگاه هیچ وقت عضو این جریان ها نمیشه، کمک‌های فکری میکنه، بعدن البته میره به کار، مدتی در خارج بوده، تو زمان جنگ جهانی اواخر برمیگه 1342-43 برمیگرده ایتالیا و در اونجا تدریس میکرده، مقاله می‌نویسه، منتها متمرکز میشه روی ضمن وفاداری به کمونیسم و طبقه کارگر، متمرکز میکنه به نوشته‌های علمی در مورد محیط زیست و اینها، و به اصطلاح منتقد میشه، میگوید که از آنجایی که علم فاسد شده و در دست بورژوازی هست، در دست سرمایه‌داری است، علم به فساد کشیده شده، در خدمت بشریت نیست و کمونیسم میتونه علم رو نجات بده. دوباره برمیگرده به اصطلاح تو سوئد، به همراه میشه، نه عضو بلکه در کنار و به صورت موازی با فعالین کمونیسم بین الملل یه مقداری به اصطلاح هم دیدارهایی داشته، مقالهای زیادی مینویسه. به خصوص من مقاله از بردیگاه دیدم، به انگلیسی از ترجمه نشده، به نام بنیادهای کمونیسم انقلابی. بنیادهای کمونیسم انقلابی بسیار به اصطلاح مقاله درخشانی هست، به انگلیسی تو اینترنت میشه پیدا کرد. در اونجا 1970 دیگه در میگذره و این شخص برجسته. رفیق عباس، ما فقط چند دقیقه به پایان صحبت های امروز داریم، یا به پایان این بسری برنامه ها. شما برای بینندگان برنامه جان کتاب در مورد جنبش کارگری کمونیستی ایتالیا چه صحبتی داری؟ چجوری این صحبت ها را خودشون ادامه بدن؟ و اگه کسی میتونه همین مقاله آخر بردیگاه را، اگه بتونن، رفقای زیادی هستن میتونن ترجمه کنن، بنیادهای انقلابی کمونیسم مثلا. دقیقاً، من بار دیگرم تاکید میکنم که رفقا امید است که این برنامه را به اصطلاح به شکل همراه خود رفقا، بینندگان گرامی که یک نوع همراهی میبینند، به شکل مداخله‌گر باشن، به شکلی هم رفقایی هستن که من بدون همراهی این رفقا، که بعضی رفقا به ویژه در هلند، نمیتونستم در ایران، حتی نمیتونستم برنامه رو، اگر خوب هست تا حالا خوب پیش رفته، بدون کمک این عزیزان نمیتونستم به این شکل پیش ببرم. ما
مقاله زیادی برام فرستادن، پیشنهاد کردن این مقاله رو بد نیست بخونی. و حتی دیشب که برنامه رو آماده میکردم، مرور میکردم باز برای امروز، باز یه مقاله مفصلی که حدود شاید 38 صفحه بود من مطالعه کردم، به کمکم کرد که حرفای رو بتونم بزنم. بنابراین رفقا میتونن اینها رو بیابند. ما فقط شاید مدخلی برای بازنگری باز کردیم. نوشتهای من اینجا دارم، به حال که مایل بودم روش صحبت کنم، متاسفانه وقت نیست. و همین که ما بدونیم که به اصطلاح این دیدگاه ها، این به اصطلاح نظرات در توسط جنبش های کمونیستی، جنبش کارگری، سوسیالیستی در ایتالیا، در جای دیگه به شکلی تجربیاتی بوده، آزمون هایی داشته، همراهش خطاهایی داشته، به نقد، به کشف، به بازنگری، به این که ما خودمون دوباره به اصطلاح همون اشتباهات رو تکرار نکنیم، همون تجربیات رو تکرار نکنیم. اینها هزینه هایی که طبقه کارگر پرداخته. اگر انشعاباتی رخ داده، اگر به اصطلاح چی میگن، اتحادها و ائتلافهای غیر اصولی صورت گرفته و دوباره دیدیم چقدر ضربه زده، همه اینها بدون حل مسائل، همه این تکرار شده، انجام شده. ما بازنگری باید بکنیم روی کمینترن، روی در این به اصطلاح احزاب، دستاوردهاشون، دیدگاهاشون، و اینها به اصطلاح تجربه طبقه کارگر هست. هدف این برنامه این بوده که حداقل آشنا بکنه، آشنا بشیم و آشنا بکنیم، به هر حال فرا بگیریم، بیاموزیم و منتقل کنیم این تبادلات رو به عنوان به اصطلاح وظیفه حزب کمونیست ایران هم هست، که من خوشحالم که از این تریبون میتونم این حرفا رو پیش ببرم که اینا رو به اصطلاح دوباره به اشکال مختلف، به اصطلاح مفصل‌تر، دقیق‌تر مورد بررسی قرار بدم. بله، خیلی ممنون رفیع عباس. امیدوارم بینندگان برنامه جهان کتاب و تلویزیون حزب کمونیست ایران نیز فرصت داشته باشن بتونن این آثار خودشون پیگیری کنن، بخونن، و اگه پیشنهادات و نظراتی دارن در آینده برای ما بفرستن، ما حتما تا اونجایی که بتونیم و امکان داشته باشیم در این تلویزیون، از این تریبون در اختیار فعالین جنبش کمونیستی کارگری ایران و جهان خواهیم بود. تا برنامه دیگر که آغازی است بر یک سری از برنامه‌های دیگر جهان کتاب و دیدار دیگر، روزها و اوقات بسیار خوبی را برای شما آرزومندم.